اغلب کودکان کار و خیابان برخلاف ذهنیت عمومی جامعه به هیچ باند و دسته‌ای تعلق ندارند و برای کمک به معیشت خانواده مجبور به کار هستند. سالانه 250 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در سراسر جهان از کودکی محروم می شوند. مجموعه ملکه گدایان تنها بخشی از واقعیت مشکلات این کودکان خیابان را به تصویر کشیده است، نه همه آن را. با آرزوی روزی که هیچ کودکی در جهان مجبور به کار کردن نباشد. من برو الان یه در مغازه اینجا ریسپاندوز کنم، اینقدر خجالت میخورم. این که از کاره، اون که از گداییه. گدایی من خوشم نمیاد. کارم که عباشی با من کسی یاد ندارد، لی من با کسی دیگه یاد دارم. الان سه تا شاگرد از زیر دستم تیر کردم. بابام از من بلد شده. سه تا برادر دارم، دو تا خواهر، یه مامان دارم. مزار شریف افغانستان زندگی. تو کی وقت کردی اینقدر بزرگ شی؟ دوستش داشته باشی، بهش عشق بدی، هواشو داشته باشی، تاج سرمایی. بابام سکته کرده، رفت کنی شما بری تهران، منم کارو میکنم، قشاقی برمیگردم. من نصف مبلغ رو براشون واریز کردم، رسیدم اونجا سارا باید مابقی مبلغ رو براشون واریز کنه. شما؟ خب میگم پولو بریز حسابشون. آقا یکی نه دقه رو مزد جور کن از اینجا در بیای. آقای بابایی کجا میری؟ عزیزم این کارت میگه که اسم شما فرهاد بابایی. شما همونی هستین که رفتین در خونه ما گفتین پسر من خسروی داره؟ من پسرتم البرز. من پسر ندارم آقا. بابا شما چتون شده؟ رو کشتی قرار بود با هم ازدواج کنیم، چه خبره تو این شهر؟ نامزد من واسه تو لباس عروس پوشیده بود. تو کی هستی؟ عشقت، نامزدت، همه کست. من میگم بهت گفتین یه هفته کجا بوده یا نه؟ هفته بودن شهرستان. پاسپورتشو دیدی؟ گفتی گرمسار بودی، این پاسپورت کوفتی میگه نبودی. خودت هم که اعتراف کردی. یه بابایی که نمیدونم کیه، نمیدونم کجاست، اومده یه پولی به سارا داده، ازش خواسته که تو رو گردن نگیره. مثل روز برام روشنه که توی پرونده پیچیده کلاهبرداری افتادی. به نظرت یه بچه گدا که تو مفتابات بزرگ شده از کجا میدونه کدوم ترکیب شیمی آدمو برای همیشه فلج میکنه؟ Das ist erst der Anfang, was ich vorhabe. یعنی بازی تازه شروع شده. من هیچ کارم، همه این بازی ها دستور ملکه است. فقط مأمورم تو رو پیش خودم نگه دارم. یواشتر بابا، تو استخونم سوخت. چشم حفر خانم، چشم در برابر چشم، یه سرنگ بهت زده یه سرنگ بهش بزن. البرز که معتاد بشه تاج کوکب میاد رو سرم. اگه بفهمم رفتی سراغ پلیس، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی، کاری میکنم زندگیت از اینی هم که سیاه‌تر بشه. من حرف بزنم واسه جفتمون گرون تموم میشه. مهم نیست، بگو. یه ساعت دیگه بیا نبش خیابون هنر، همونجا یه کافه است. اسم ملکه. خورشید. فعلا بیا یکم پرواز کنیم، همه چی کلت بپره. افراد تو معتادی؟ گفتی ملکه چیکار میخواد باد کنه، جوابتو داد. ته حرفم اینه که من عاشقتم. عشق اصلا میدونی یعنی چی؟ جایی که من زندگی میکنم عشق یعنی دوغ، یعنی کشک، یعنی باد هوا. جواب آزمایش صادر از پزشکی قانونی حکم بر این داره که موکل سرکار خانم فریبا رضایی با خانم خورشید یکتا و آقای خسرو شمس هیچ نسبت خونی ندارد. هر چی از ملکه میدونی به من بگو. من فقط یه سری شنیدم، میگن ملکه یه زن عادیه با یه زندگی عادی و یه خونه عادی. میگن حتی بچه‌هاش هم نمیدونن کیه. یعنی یه مادر فداکاره که هیچکی نفهمیده ملکه است. سلام. هر کی هم فهمیده زنده نمونده. لیا میخوای همینطوری نگام کنی؟ فرهاد بابایی داشت افرا خانم. واقعا؟
شبا که نمیدونی میرم کجا، زینا رو میبینم تو خیابون که یه انتری دستش مواد داده واسه کوکب خوش رقصی کنه. همین یه دفعه دیگه اسب بازی گچیات بده دست بچه‌ی من، سرت بود گچ میگیرم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ شگدایی می‌کردی افرا؟ حرف بزن مثل همیشه پر رو، حق به جانب باش، بیاد بزن تو دهن من، نگو مزخرف نگو آریا. میگم حالا با هم بریم چرخی بزنیم. کجا؟ آسمونه. چیکار داشت؟ هیچی، کشیده بود تا اینجا. حواسش بهت بوده، رد تو زده. یعنی میگی؟ معلومه که چی میگم. این زن اجراهای هفت سره، ولی تو خیلی ساده تر از اونی هستی که خودت فکر میکنی. ما با هم فرق داریم آریا. برای چی بهم دروغ گفتی؟ الان چیزی نشده اینجوری شلوغ میکنی. آدم رفتنی باید بره. حالا این ملکه کی هست؟ ملکه دستور جدید داده، از امروز افرا رئیسه. افرا رئیس شده. بده دستکشی تو در بده. تو کل زندگی مگه نگران یه نفر بودم؟ اون یه نفر تویی. بعد اون وقت چرا؟ چون من بابای واقعیتم. خسرو وقتی اومد سراغم پسر دخترشو تو آتش سوزی از دست داده بود. من از کارخونه میشناختمش، دنبال نوزاد بود، ولی من تو رو بهش دادم. هنوز رو بازوی راستت اون خال بد ریخته داری؟ من به داریوش علاقه من شدم. بردنش آزمایشگاه کی و که و چجوریشو دیگه نمیدونم. میخواییم دارو تولید کنیم. شیشه از اونایی که خودت درست میکردی بالای 80% خالصی. صده صده. اینجور که معلومه جناب شمس معجزه کردن. کی تو رو فرستاده؟ تو آدم کی هستی؟ دستیار میخوام، یکم میفرستم برات. افرا داریوش شد و لو داد. دخترامای نازنینم معتاد شد. آفشو گمشو رو میرو گمشو. اون خونه گالری بود که مهناز اون دختر رو توش بودن. لای مجسمه‌هاشو مواد جاساز میکنه. یه ببینید چه مرگشه. خب چه مرگته؟ دستیاری برام نمونده. خب بریم تو اتاق ماسکتونو بزنیم، هر سه بیم کنم. اونجور که ماسک نبود که چیکار داری میکنی پلک؟ همه بچه زرنگا نظرت چیه بدم دست بچه های فعلی قصو؟ میگم یه چند روز بگیم آریا یه جا قایمت کنین، عمرن دیگه پیدات نمیکنن. آریا میخواد کمکمون کنه چون فکر میکنه من فرهادم. من فرهاد نیستم، البرزم، برادرشم نیستم، عشقشم. یه کلمه هم هفت نظر را بیار. من حاملم. اونجا 400 تومنه. نشید چی گفتم؟ توی یه سری مدارکه. اگه یه موقع از من خبری نشد یا بلایی سرم اومد، اینا رو ببر به آدرسی که توشه. خورشید جان، من و البرز 10 دفعه تا حالا اومدیم تو این پارک. من بهش گفتم هر وقت گمشو بره کنار قفس طاووسا. البرز که نادیده گرفتن ما رو، با خودم با همه دنیا قهرم. هیچ کی یادش نمیاد کی بودیم عاشق حافظه این شهرم. وقتی گریم میگیره میخندم، نمیدونم با خودم چندم. زندگی کردنم و یادم نیست، بس که هر ساعتشو جون کندم.
کجایی کجایی دل سادم، ببین من به چه روزی افتادم، ببین زندگیمو. کجایی شب حس خوشحالی شدم شکل یه حسرت خالی، ببین زندگیمو. انگار از چشم همه پنهونم، هیچکی گردن نمیگیره ما رو، من مثل گل به خودی میمونم. آرزوهامو نبردم از یاد تا نذارم تو دلم خالی شه، مطمئنم که یه روزی توی کوچه ما هم عروسی میشه. کجایی کجایی دل سادم، ببین من به چه روزی افتادم، ببین زندگیمو. کجایی شب حس خوشحالی شدم شکل یه حسرت خالی، ببین زندگیمو. آماده است. به چشم. نمی‌فهمم. همه چیز طبق فرمول پیش رفت. هر کاری که اون نابغه کرده ما هم کردیم. ولی نمیدونم چرا خروجی ما این شکلی در اومده. نکنه جادوگره؟ من مطمئن بودم یه چیزش کمه، یه چیزش. بالاخره میفهمم. خانم با اجازه شما، یه بار از پاکستان اومده، ما میریم یه تست سرپایی بزنیم برگردیم. چاکر آقا پارسا. امروز زمان نیست. اسم شوبیر بد در رفته که خرافتیه. به هرچی میکشیم از همین شوبیره. الان میتونم هزار تا بهت گفته بودم قطار کنم، ولی وقتی نخوای گوش بدی نمیدی دیگه. نخوام گوش نمیدم. تو چه اصراری داری نقش آدم عاقله ماجرا رو بازی کنی؟ فقط نگی احمق منم که خود خودتی. نه عزیزم، اصرار دارم به خاطر اینکه میگم من و تو بدون هم هیچی نیستیم. حالا اگه درک این مسئله برات راحت نیست دیگه به زبونش نمیارم، ولی واقعیت همینه. واقعا همین حاضر جوابی دل منو برده پسر. سر قرار نیومد. نه؟ از اولم معلوم بود نمیاد. چرا باید به شوبیر اعتماد کنه؟ حتما البرزم نشونی که داده واسه رد گم کنی بوده. بالاخره پیداش میشه. تلمون لو رفته. حتما شکش به یقین تبدیل شده که قید پسرش زده و سر قرار نیومد. من خواهرامو خوب میشناسم. هنوز دو دل، هنوز مطمئن نیست. خوب میفهمم. برای همین هنوز شانس داریم. به خوشی زنگ بزن، نزو شک کنه. چشم.
یه مش خاکستر آوردن تحویل ما دادن با یه گواهی فوت. گفتن بفرمایید البرز و چشم. دیگه داغون شدیم دیگه من و خسرو. من خیلی بدجور شکستم ولی خسرو نه، خسرو خیلی مقاومت کرد. موهاش سفید شد ولی دووم آورد. نمیدونستم چی کار کنم، باورت نمیشه، حتی فکر میکردم خودم از بین ببرم. تا یه روز با تو اومد خونه. همین که بغلت کردم انگار همه چی تموم شد، دوباره شروع شد. شدی نفسم دیگه، چی بگم؟ با شناسنامه البرز بزرگت کردم. از خسرو پرسیدم تو رو از کجا آورده ولی بهم نگفت. بعد از اونم به خدا دیگه هیچ وقت ازش نپرسیدم، دیگه مهم نبود. فکر میکردم تو البرز بنی دیگه. فکر میکردی؟ یعنی نیستم؟ نه نیستی، نفست. خوبونت برم. هیچوقت فکر نمیکردم مجبور بشم اینا رو بهت بگم. یعنی واقعا دلم نمیخواست. من چیزی نگو، اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم. من البرزم، البرز شمس، پسر خسرو و خورشید. باشه؟ خدایش خسرو دستش خوب بودا. ببین چه پسری برام آورده، جذاب، باهوش، نابغه، تالنت، تخس. پس چی فکر کردی؟ فقط یه نابغه میتونه شعبه روزی رو ببیچونه توی شهر به این بزرگی مادرش رو پیدا کنه؟ حدسم درست بود. اینم از خودشونه، دستشون با هم توی کاسه است. کی؟ شعبه؟ آره اون. آره از خودشونه. البته الان یه خورده میونش با ملکه شکراب شده، ولی معلوم نیست، شاید فیلمشون باشه. ملکه کیه؟ همین رئیسشون، بهش میگن ملکه. زنه؟ یه زن نامری که تا حالا هیچ کدومشون هم ندیدنش. از این شب میخواستم بیام بس بشینم اینجا تا بیای، ولی یه مشکل پیش اومد که از کله سر اومد. دیگه کم کم داشتم ناامید میشدم تا اومدی. اما آره، منم دیشب اومدم، امیدوار بودم ببینم. یه چند ساعتی هم اینجا همینجوری چرخیدم، ولی که نگران بابا خسرو بودم رفتم دیگه. امیدوار بودم امروز ببینم که موفق شدم. اون تو واقعا اینا رو نمیشناسی. اصلا چی شد با اینا همکاری کردی؟ من میدونم به خاطر حفظ جون من این کاری کردی، ولی میتونستی؟ میتونستم؟ چی کار میتونستم بکنم؟ بابا تو افتاده بود رو تخت بیمارستان، مدام تهدیدم میکردن اگه به پلیس خبر بدی 1000 تا بلا سر هر روز میاریم. من حتی نمیدونستم با کی طرفم. اون پارسای عوضی هم که همش میرفت و میومد، سیم کارتشون هم که مدام عوض میکردن، من از کی باید شکایت میکردم؟ میدونستم مثلا کی مقابل منه که برم. خیلی خوب مادرم، خیلی خوب، هرچی شما بگی. دیگه تموم شد. حالا گفتی بابا جاش تو هتل امنه؟ آره امنه، امنه عزیزم. کی بود؟ خواهرم بود. راستی این خواهرت؟ ولش کن، بعدا راجبش حرف میزنیم. پشت بریم پیش بابات. خیلی خوش. اول بریم دنبال یکی، بعد بریم. کی؟ خواهرت؟
خب نمیگی چیو؟ بگو دیگه کیه؟ اسمش افراس تو همین دم و دستگاه ملکه است ربطی به اینا نداره خودش هم اونجا گرفتاره توی باقی به نام مفتاباد زندگی میکنه که کلی بچه بیکس و کار اونجا افرا ازشون داره نگهداری میکنه در باغ شوبر اونا رو میدوزه برمیداره میبرم اونجا کل این تشکیلات هم شده برای ملک وقت اینایی که میگی چه ربطی به وضعیت الان ما داره؟ خیلی به من کمک کرده اصلا دیشب به خاطر من چاقو خورده منم بدون اینکه اصلا بهش بگم بلش کردم خونه بابای اومدم پیش شما خب الان باید بریم دنبالش دیگه بریم دنبالش کجا ببریمش هر جایی که میخواییم بریم نمیشه که همینجوری ولش کنم نامردیه الورز تو یه روی را عاشق شدی عاشق چیه ما الان تنها کاری که میکنیم اینه که میریم پیش بابات اونجا راجع به هرچی خواستی حرف میزنیم ماما تو واقعا شرایطو درک نمیکنی الورز من حاضر نیستم یک ثانیه از تو دور شم نمیخوام دوباره از دستت بدم اینو بفهم اون دختر هر کاری کرده بعدن راجبش حرف میزنیم الان میریم پیش بابات مادرم عزیزم اون به من خیلی اون دختر هر کاری کرده دستش درد نکنه ما مستقیم میریم پیش بابات چه بود این تریاک از کجا آوردی؟ چه میدونم. هول شده. چیکار کرد؟ چی خوردی؟ چی خوردی؟ آخه من که مریضی. فکر کن. چی آخه؟ سب کن. قرار غروت بود اسکل چجوری اینا رو تعمال میکنی؟ اینا رو نمیدونم ولی میدونم بدون گرداری من میمیرم گوی خوردی اون پسر برات خطرناکه زره مفت نزن میگم چه گوی خوردی چرا گوشی رو پرت کردی پایین آروم باش افرا یه دقیقه آروم باش تو کلی مورفین تو بدنته باید استراحت کنی برات توضیح میدم افرا جان البرز کجاست البرز کجاست من نمیدونم چیکارش کردی چرا گوشی رو پرت کردی پایین به خاطر اینکه البرز داشت زنگ میزد نگفت کجاست افرا تو حالت خوب نیست باید استراحت کنی چرا جوابشو ندی کجاست البرز چی شده البرز همون ملکه است مگه نه چه شرط میگی افرا
به من بگو اگه واقعیتو به من بگی دستش بهت نمیرسه، جات امن پیش منی. البرز البرز. افرا من که میدونم همه چیز زیر سرمونه، من که میدونم ملکه اسم مستعار شما هم از اون پسر میترسید، یه روز میگی شوهرمه، یه روز میگی برادرمه، بچه که نیستم. اون حلقه‌ای هم که دستت ملکه واسط گرفته نه؟ آره ملکه داده. چی میگی تو؟ ملکه رو هیچ کس ندیده، اینو بکن تو کلت. تو دنیا اگه به یه نفر اعتماد داشته باشم البرزه. اگه براش مهم بودی اینطوری اینجا پیش من ولت نمیکرد بذاره بره. برمیگرده حتما ایتس مهمی بوده. همه کارا مهمه. این آدمان که اولویت رو مشخص میکنن. ظاهرا تو این شرایط هم تو اولویتش نبودی. قصه نگو آریا، تو چی میدونی؟ برای چی جوابشون از این شاید یه جا گیر کرده که زنگ زدن رو من چی کار کنم؟ گیر کرده بوده؟ مشکل خودشه، تو خود به اندازه کافی گرفتاری داری؟ خفه شو! باشه خفه میشم ولی بالاخره تاتوشو در میارم. تو داری شمارشو مگه نه؟ نه دیشبم از گوشی خودت زنگ زد. آخه شمارش هم حفظ نیستی نه؟ سوهیل داره گوشی تو بده به من. آریا گوشی تو بده من. چقدر نق میزنی تو آخه؟ یکی نه دیگه واقعا. چه بخوای چه نخوای پای آریا به این داستان باز شده. مهم اینه که بیشتر از این باز نشه. تا اینجاش هم زیادی قاطی شده. الان تنها کسی که از افرا این پسر خبر داره همین خط قرمز شماست. چی کار کنیم؟ خط قرمز رو رد کنیم یا راه حل بهتری داریم؟ بهترین راه حل رو دارم. خط قرمز رو خودم رد میکنم. دقت کردی که خودم. با احترام هر کاری میکنی سریع تر دیگه داره خیلی دیر میشه. کارتلای مواد اصلا با اون شوخی ندارن. بمبا رو بهشون نرسونیم خط قرمز هممون رد میکنن. بازی یادت هست که چقدر ازشون پیش پرداخت گرفتیم؟ تو این روزا حرف بهتری برای گفتن نداری؟ راستش چرا؟ ازدواج خودمون. آفرین. من دیگه داره طاقتم طاق میشه ملکه ای من. یه کمی صبر داشته باش بارسو جان. ملکه که دم دست نیست. مگه بگی شهر هرته؟ حالا بابا تزن خوش نیست دیدیش که داره زج میگذ. من عذاب کشیدن رو تو چشماش میبینم. ما حتی یه لحظه هم دیگه نباید از هم جداشیم. حتی یه لحظه. الان تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه باید یه تماس بگیریم آلمان با دکتر بابا. بعدم تو اون دفعه چجوری از مرز از شدی؟ همون جوری کاراتو بکنیم بری اون طرف، منم یه جوری جمع کنم بیام دیگه. راه دیگه ای نیست.
حتی یک لحظه نباید از هم دور بمونیم الورز، حتی یک لحظه. این به صلاح هیچ کدوممون نیست مامان. چی شد مامان؟ بزن کنار، بزن کنار. وایسا وایسا، همینجا وایسا. چی شدی؟ خوبی مامان؟ نگران نباش چیزی می. خیلی وقت نخوابید. دور اون شکل ماهت بگردم، چرا نمیگی؟ پیاده شو من بشینم. الان میریم هتل قشنگ یه چیزی میخوریم. خودم میتونم رانندگی کنم. چرت و پرت نگو پیاده شو. بچه پر رو. صبر کن پیداش میشه، نشدم به درک حتما از قصد ول کرده رفته. اگه بخواد ول کنه بره که زنگ نمیزد. اگه بر نگرده اینجا رو آتیش میزنم. یه دقیقه چی نگو. کیه؟ بله مامان. وقتی میگی بله مامان که یعنی اعصاب نداری. میشه بعدا حرف بزنی؟ نه بگو چته؟ مامان وقتی اینجوری هم میدونی که این مکالمه تهش بحث و دلخوریه، بی خیال شدی که بعدم با هم حرف میزنی؟ میدونی که وقتی میگم الان باید بگی یعنی بی برو برگرد، باید الان بگی. آخرش هم هر چی باشه باشه. با یکی از دوستان بحثم شده، جون دادم کارتو بگو. کدوم دوستت؟ وای مامان، شب مربوطه این دوستت؟ دیشب؟ آره دیگه، مگه کنسرت خیریه نذاشتی؟ بالاخره جای شلوغ، برنامه شلوغ، حاشیه داره دیگه. خب آره، ولی ربطی به دیشب نداره. کجایی الان؟ خونه. پاشو بیا خونه من، میخوام حرف بزنم باهات. الان خیلی کار دارم مامان. خب کی کار نداری مهندس؟ شب نمیدونم، فردا تلفنی. خب بگو لعیه مامان. باش، هر وقت کار نداشتی به هم بگو ببینمت. دمت گرم، دیگه کاری نداری؟ نه عزیزم، میبینمت. عاشقت هم مامان. خدافظ. جرات نکردی به لعیه مامانت بگی من اینجا ها. این چیه؟ خیلی از آدمایی که گرفتار بدبختی میشن، زندگیشون نابود میشه، فقیر میشن، زمین میخورن و فوش و بد و بیرا به زمین و زمان و بخت بد و شانس میدن. اینا خودشون عامل بدبختیشونن، ولی خبر ندارن. این انتخابای آدماست که آیندهشون رو مشخص میکنه. که الان چاقو خوردی نمیتونی رو پات وایسی، را بری حالت بده، خاطر انتخابای اشتباهی که قبلا کردی. منو نگاه کن افرا، افرا امروزم حواست باشه چه انتخابی میکنی، که فردا از زمین و زمان طلبکار نباشی. امروز من میتونه فردای تو باشه. هیچگه هیچی خبر نداره. زندگی خیلی خره. خوشم نمیاد بهم میگم و داریش. خوشت میاد چی بهت بگه؟ تو چی میگی؟
داریوش من هنوز با قضیه البرز کنار نیومدم. ای بابا، آقا من به کی قسم بخورم؟ طرف خودش رفته قاطی اونا شده، مواد میسازه، فرار میکنه، میره، میاد، میگیرنش، چه میدونم، هر کی داره یه چیزی میگه. بعدم فریبا، کسی که مواد تولید میکنه یه سر سوزنی مرا معرفت نداره. تو حال روز سارا رو برو ببین، دست گل همین آقا البرز. نباید میذاشیش تو گالری، تو که دیده بودی تو مجسمه هاشون مواد جاساز میکنن. بهتر اینجوری دیگه واسه مواد قرار نیست به کسی رو بزنه. تو همیشه صفر و صدی؟ چیه؟ یه روز رگ گردنت انقدر واسه آدمو باد میکنه، یه روز اصلا رگ نداری. به این میگن صفر و صد. اصلا هم اخلاق خوبی نیست اگه همیشه اینجوری. من آدم صفر و صدی نبودم، من همیشه صد بودم، لااقل برای اون صد بودم. خودش خر بود میذاش پای خریت من. آره یه صفر شدم، میخواد بکشه بذار بکشه، میخواد گوشت قربونی باشه بذار باشه. زیادی هم رگ گردن خرجش کردم، لیاقت نداشت. و اگه آدم بچه زرنگی باشم بار زندگی خودم رو میبندم. جواب من این حرفا نیست داریوش. من میگم آدم نباید یه هایی صفر بشه به هر دلیلی، اینجوری ترسناک میشه، غیر قابل اطمینان میشه، آدم نمیتونه بهش اعتماد کنه. من میفهم تو نگرانشی هستی، میفهم داری سنگ خودتو به سینه میزنی، ولی اینو بدون، من واسه کسی که یه قدم برام تاتی تاتی کنه تا آخرش میدوم. من واسه کسی صفر شدم که دهم نبود. فریبا تو فقط باش، بهت قول میدم از صد کمتر نه، قول میدم. من سنگ خودمو به سینه نمیزنم داریوش، من میشناسمت، تو آدم درستی هستی. اون اوایل دلم برات میسوخت، با خودم فکر میکردم این چرا دستش نمک نداره، چرا هر کاری واسه هر کی میکنه رو دست میخوره. اما بعد فهمیدم مشکل از خودت هم هست. صفر و صدی نباش، اینجوری نباش، با هیچ کس اینجوری نباش، حتی با سارا. چشم دیگه، برو سارا رو از اونجا درش بیار، بعدم برو اونجا رو به پلیس لو بده. نه. یعنی چی نه؟ الان نه داریوش. خواهش میکنم فریبا الان نه، بذار اوضاع سر و سامون بگیره. مطمئن باش که اونام تا الان اونجا رو پاکسازی کردن، چیزی گیر پلیس نمیاد، ما گرفتار میشیم. بابا اینا خیلی خطرناکه، تو یه ذره من زمان بده، من همه چی رو برات درست میکنم. راجع به قضیه سارا عجله نکن، زود تصمیم نگیر. من سارا رو میشناسم، سارا حضورشم شره. مطمئنی دیگه دوستش نداری؟ مگه عاشقش نبودی؟ آدم اصلا چطور میتونه انقدر راحت بی خیال عشقش بشه؟ تو عاشق شوهرت نبودی؟ عشق یعنی احساس، وابستگی، آرامش، که من هیچ کدوم اینا رو دیگه به سارا ندارم. تل همه جداییام جای زخمش میمونه، ولی مهم اینه که وقتی زخم سرباز کرد دیگه نگاشم نکنه، که اگه به منه کورش اونی که بخواد نگاه کنه. اسمش ساراه، دیدینش اینجا سر ماجرای البرز با افرا اینجا بوده. به به، عروس خانم تشریف آوردن. صابونه چی داریم؟ کله پاچه. واقعا؟ سلام بلد نیستی بدی؟ شما دخترم خوب گوش کنین، دارم جلوی خودش میگم، اینو زیاد پررو نمی کنین، چون این نزده میرخصه، کارش هم نتونه درست انجام بده، پدر تک تکتون رو در میارم.
تو هم اینجا رو با هتل اشتباه نگیر. چایی تو بخور، با دختر رو مشغول شو. چایی رئیس صبونه است. صبونه وقت داره. پس یه چایی به من بدین با نباد. خسرو جانم ببین که اینجاست. داری بشین، نمیشینی اون مسکن رو بخور، نمیخوری پشو ببرمت بیمارستان. تا البرز نیدی چی کاری نمی کنی؟ البرز چی شد؟ سویل جواب نداد. صد بار زنگ زدی مفرا، ول کن تو رو خدا. چرا گوش من انداختی؟ چرا؟ برات غذا سفارش دادم بیارم بالا مامان. تا یکم استراحت کنی من همه کارا رو راستوریس میکنم. فقط باید یه پیام بدی به دکتر وایت تو هامبورگ. کار پذیرش بابا رو باید سریع‌تر انجام بده. من با عزت میرم دنبال افرازت برمیگرم. دوباره شروع نکن الورد. ای بابا خوشی جانم، من نمیتونم افرا رو دور بزنم، باید ببینمش. گوشیشو جواب نمیده، شاید اتفاقی افتاده براش. همین دیگه، اتفاق. بابا من میخوام البرزم از هر اتفاقی دور باشه. نمیشه؟ تو رو خدا دست بکش از این دختر. درک میکنم. نه درک نمیکنی. اگه درک میکردی این بحث رو ادامه نمیدادی. زود میام. نه تو لجباز نبودی. البرز ما الان کجاییم؟ میدونی؟ میفهمی تو چه موقعیتی هستیم؟ میدونی جونمون در خطره؟ جون تو، جون خسرو، جون من، اینو میفهمی؟ جونمونم در خطر. نه مثل این که تو واقعا عاشق شدی. فقط برای عاشق شدن یکم زود نبود. عزیزم من برای احساسات احترام قائلم، عشقم درک میکنم، اما اجازه نمیدم خانوادم رو تو خطر بندازی. وسط یه خرابه با 30-40 بچه بیکس و کارو رنج کشیده تنها بودم. ترسیده بودم، جا زده بودم، هویتمو از دست داده بودم. آرزو داشتم فقط یه نفر بیاد صدام کنه البرز. تو اوج مشکلاتم فقط یه نفر کنارم بود، اونم افرا بود.
حالا که اوضاع میخورده راست و ریز شده، مگه من میتونم افرا رو تو اوج مشکلاتش رها کنم؟ ازم نخوا، خودت اینجوری تربیتم کردی. غیر اینه خیلی دوستش داری. چقدر؟ بیشتر از من خسرو؟ مقایسه بی ربطیه مادرم. چی شدی دور سرم بیش رفت چیزی؟ آره میدونم، پاتو بزه بالا. چیزی نیست، سرم بیش رفت. میدونم، لجبازی نکن. خوب نیستی. چرا بچه؟ اصلا یه کاری کنیم، تو بابا که قانونی میتونیم برین. به دکتر وایت هم من ایمیل میذارم، کارا که راست و ریس شد من افرا میایم. آها آفرین، واقعا خون به مغزت نمیرسه. بشین. خوبم. بشین، خوب نیستی مامان. بشین پیشون قشن تکیه بده، یه ذره از این بخور. نمیخورم. بخور تا غذا بیاد. نمیخورم. از قرار امروز ما کسی خبر داشت؟ نه. چرا؟ نه مثلا افرا. نه نگفتم به افرا. چرا نگفتی؟ بهش اعتماد نداشتی؟ من به افرا اعتماد دارم. نگفتم برای اینکه یه وقت حرفی از دهنش نپره. نگفتی چون تو ناخودآگاهت بهش اعتماد نداری. برای اینکه همجوری الکی عاشق شدی. نذار عقلت به احساست ببازه مامان. ببین قرار امروزمون چقدر خوب اتفاق افتاد. برای اینکه هیچ کس ازش خبر نداشت، فقط خودمون دوتا میدونستیم. یعنی ریسک. اگه بگم به خاطر افرا حاضرم خطر کنم، ریسک کنم چی؟ به خاطرش حاضری رو زندگی من و بابات قمار کنی؟ خدایا من که میگم شما برین آلمان، چی بگم دیگه؟ کجا بریم؟ تو همه هستی مایی، نمیفهمی؟ تو اشتباه میکنی، من افرا رو میشناسم. فکر میکنی؟ فکر نمیکنم، باور دارم، ایمان دارم، بچه هم نیستم. هر چقدرم بشناسیش اونقدر که من خواهرم رو میشناسم نیست. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که من فکر میکنم افرام با اوناست. احتمالا همه چیز زیر سر لحیاست. خواهرم. سلام خانم یکتا، خوبی؟ آریا که هست؟ بله. هیچی بهش نگیدم، میخوام یه هویی برم. بله چشم. افرا جان ببخشید، من دست خودم نبود، یه دفعه عصبانی شدم گوشی رو پرت کردم پایین. اشتباه کردم، کارم کار بعدی بودش، چیپ بازی در آوردم. ولی برای چی اینجا وایسادی؟ بیا تو اتاق استراحت کن. سلام آقا. چه سرزده زنی نمیزنی، خبر نمیدی؟ فکری فقط خودت بلدی سورپرایز کنی. اومدم ببینم پسرم چشه. چمه؟ خوبم، عالی. این همه کار دارم تو خونه تنهایی که با موبایل درگیرم، مگه حتما باید با کسی کار کرد؟ مامان کلافم، گفتم بذار باشه بعدا با هم حرف میزنیم. میشه؟ میخوام تنها باشم لطفا. میشه، چرا نمیشه؟ فقط تو مطمئنی تو این خونه تنهایی؟ یعنی چی این حرف؟ بد اخلاقی یا همه خونه به هم ریخته است آخه. این الان چی اینجا؟ تو
خودت سالمی؟ چیزیت نیست؟ سیامک اینجا بود، لیوان شکست رفت روش خون اومد. الان کجاست سیامک؟ درمونگاه، گیر دادی یا مامان؟ ای بابا، این مامانا هر چی بگن، هر کاری بکنن، شما بچه ها چی میگین؟ داری گیر میدی مامانا، گیر نده مامانا. وقتی اگه همین مامانا دل شماها باشن، کل دنیا رو آتیش میزنین به سه سوت. مامان، 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 من میگم امروز آدم خوش نیست، شما داری قصه مامانا و بچه ها رو واسه من تعریف میکنی؟ تو داری من از خونت بیرون میکنی؟ من غلط بکنم لعیه مامان، لعیه قربونت برم، یه امروز بذار من به حال خودم باشم، به خاطر من. قبول. فقط یه سوال جانم، اون دختره که گدایی میکرد، گدا بود، اونم دیشب باغ ویلا بود؟ بله. چطور؟ با سیامک دهنشو وا کرده؟ چه جاله؟ وقتی گفتم اون دختری که گدایی میکرد اعتراض نکردی، فوری جواب دادی. کجاش شده به؟ مثلا پیشرفته. قبول واقعیت کم چیزی نیست. شایدم فرار از بحث کردن با من. قشنگ معلومه نمیخوای من اینجا باشم حتی یه ثانیه. اما نمیدونم چرا بودن من اینقدر مضطربت کرده، چرا اینقدر معذبی؟ ماشاءالله مامان، چقدر خوشت میاد از کلکل. یه امروز گفتم اینقدر به من نپیچ لطفا. آریا، از وقتی این دختره، آخه چی بگم، بگم پاپتی، بگم یه لقب خوب نیست، از وقتی این وارد زندگی شد تو یه آدم دیگه ای شدی. حرف زدن با مادر تو یادت رفته. میشه ازتون خواهش کنم درباره افراد درست حرف بزنید؟ بله بله، اونم در مورد یه آدم بی اصل، بی نسب. حالا مهم نیست، برات کیسه دوخته آریا جانم، کیسهش هم گوشاده آریا جانم. حالا دوخته که دوخته، اونی که باید عاقل باشه تویی، تو. تکرار میکنم، تو آریا درخشان. البته اینم بگم ها، من تو همون خیریه صد تا بچه دیدم مثل اون گدایی میکردم، اما سرشون به کار خودشون بود، به مردم کاری نداشتن، از پولی هم که میگرفتن راضی بودن. همین که یه سرپناه دارن، مجبور نیستن یه باجی بدن، به خاطر اینکه شکمشون سیر بشه، خداشون هم شاکر بودن. اما اون دختر،